خب دوستان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه هست، بله، Friday the 13th. اینجا هر وقت جمعه میفته 13 ماه وحشت میکنن و میگن یک اتفاق بدی میفته. اون اتفاق بد برای شما افتاده و من امروز بعد از چند روز آمدم و با شما هستم، پس دیگه خطر رفع شده و هیچ جای نگرانی نیست. اینجوری هم میشه نگاه کرد به واقعیت هایی که آدم ازش وحشت داره، بگه خب اگه قرار بود اتفاق بدی بیفته، اون اتفاق افتاد و تموم شد و رفت. خب بگید ببینیم چه خبر از ایران؟ اینترنت کامل وضع شد یا نه؟ کشته ها از ده ها و صد ها و هزار ها و اینا همینجوری رفته بالاتر، ولی جالبه که هیچ سازمانی ما در ایران نداریم که بتونه اخبار صحیح و درست رو منتشر کنه. ولی از اون طرف آخوندا این بار به دست و پا افتادن که کاری کنن مردم راضی بشن. هیچ جوری کسی که فرزندش کشته شده، فامیلش کشته شده راضی نمیشه. متاسفانه گاهی وقتها با پول دادن و اینها، مخصوصا توی دین اسلام این دیه دادن که همینجا هم هست، همینجا هم بعض وقتها میلیون ها دلار میدن به افرادی که خانوادهشون از دست دادن و اونها رو راضی میکنن که فعلا سر و صدا نکنن. بگید ببینیم که شما اخبار صحیح رو از کجا دریافت میکنید و فکر میکنید چه منبع خوبی هست که بتونید اخبار رو از اونجا بگیرید. بذارید من ببینم اینجا هم، بله، برنامه رو روشن کردیم روی مردم.tv.com. اون وقت از سعید میگفت که کجا به اصطلاح برنامه درسته، کجا اشکالی داره و ما اگر اشکالی بود رفعش میکردیم. در صورتی که باید، آهان، میگه که اگه برنامه داری بگو. من اینجا بگم آمهیر بابا، آمهیر چند دقیقه به خاطر اینکه برنامه مستقل، برنامه مستقیم کانون آوار داشتیم و باید اون فیلم رو برای دوستان بفرستم تا اونا بتونن روی یوتیوب بذارن، چند دقیقه تأخیر و از همه اونها بگذریم. بالاخره سنی از اون گذشته، نمیتونیم مثل قدیما 7 ساعت، 8 ساعت، 6 ساعت، 4 ساعت بشینیم و یک سر به اصطلاح برنامه اجرا کنیم. باید یک استراحت کوتاهی هم وسطش داشته باشیم. البته ایشون کم لطفی کرد، نوشته 11:10 است، در صورت که اینجا 2:08 بود که من برنامه رو شروع کردم. خب اب نداره، یکم تخفیف داد. بگو ببینیم سعید، تو که همش سرت تو خبرها هست، خبرها را از کجا میگیری؟ از شما بیشتر این آقای اکبری دنبال خبرها و مقالات و اینها هست. ببینیم ایشون فکر میکنه چه کسی کارش درسته که خبرها رو درست به اصطلاح بدون مرض و غرض انتقال بده. و اما اجازه بدید که من خبرهایی رو که به دستم رسیده و دیدم برای شما هم بخونم. یکی از اونا اینه که وال استریت جورنال نوشته عربستان برای کاستن از تنش‌ها با ایران تلاش میکنند. یعنی عرب‌ها امیدشون از سازمان مجاهدین و نمیدونم تجزیه طلبا و آقای نوریزاده و اینها قطع شده، فهمیدن که باید مستقیم با خود آخوندا صحبت کنند. این خبر رو کی گفته؟ بی بی سی گفته. من برای شما الان اینجا نشون میدم که بدونید ما اینجا هر چی میگیم سند هست و نه خبرنگاری داریم ما اینجا، نه خبرسازی داریم. این دوتا خیلی مهمه، دقت کنید. بعضی وقتا خبرنگار نیست طرف، خبرسازه. یه خبری رو درست میکنه، این برونور پخش میکنه و خودش برمیگرده اون خبر رو میخونه به عنوان خبری که اتفاق افتاده. بخش فارسی بی بی سی نوشته وال استریت جورنال گفته که عربستان برای کاستن از تنش‌ها با ایران تلاش میکنه. روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی از تلاش‌های محرمانه، عجب محرمانه است که بی بی سی هم نوشته،
تلاش های محرمانه عربستان سعودی برای بهبود روابط با ایران خبر داده و دلیل آن را نگرانی فزاینده عربستان از خطرات بحران احتمالی برای اقتصاد متکی به نفت این کشور دانسته است. یعنی اون عربده کشی های احمدی نژاد و دیگران که آقا اگه این دیگ برای ما نمی جوشه خب سر سگ داخلش باشه کارساز شده، همونجوری که بعدن هم گفتن اگه خلیج فارس قرار ما نتونیم نفت ازش صادر کنیم پس هیچ کس نباید نفت ازش صادر کنه. به نوشته این روزنامه ایران هم به تشنج زدائی با عربستان علاقه نشان داده است. این گزارش خاطر نشان می کند دلیل علاقه تازه عربستان برای بهبود روابط با ایران و سایر رقبای منطقی مانند قطر نگرانی این کشور از نداشتن حمایت آمریکا و سایر متحدانش است. اونا هم دیدن آقای ترامپ و آمریکا بهش نمیشه اطمینان کرد. دوستان ماه به شما گفتیم این ترامپ یه بار پرید دو بار پرید، حالا دیدید که یقش رو گرفتن. دیشب تا 11 شب اینجا توی مجلس برنامه استیضاح این شارلاتان بود و استیضاح میشه. حالا توی مجلس سنا که میره اونجا باید به خاطر استیضاح شدنش محاکمه بشه، اونجا ممکنه این عمل اتفاق نیفته و خیلی هم معمول هست، ولی یک لکه سیاهی به زندگی کثیف این مرد شارلاتان اضافه شد و الان دیگه هر جا شما اسم ترامپ رو یکی گوگل کنه ببینیم ایمپیچمنت هم همراهش میاد بالا یا هنوز نه. کسی که اینقدر دوست داره اسمش همه جا باشه و میگن با بزرگترین فانت اسمش رو مینویسه، حتی میبینید امضاهای دیوانواری که انجام میده با شارپی و بزرگترین ماژیک ما میگفتیم تو ایران مینویسه، این آدم عقده داره. شما نگاه کنید هفته پیش این گفت که رنگ، چرا من اینا رو خاموش کردن عکس این عربای زشت نشون میدید، بله گفت که چراغا چون سیستمش عوض شده میخوان انرژی کم مصرف کنه خطر نداشته باشه و اینها، به خاطر نور اینها صورت من نارنجی نشون داده میشه. اینو شما داشته باشید. این آدم که سالهاست، اگه عکسای قبلیش رو دیده باشید، سالهاست از این پودرها و کرمهای استفاده میکنه که فکر میکنه اینها جوون نگهش میداره، ولی چون آدم چیپی هست، آدم خصیصی هست، از این ارزونا استفاده میکنه. حالا ممکنه گروناش هم کاری نکنه، یه لوله اینقدرشو میخره 7 دلار. این رنگ صورتش نارنجی شده و حتی اونایی که تو خونه و اینها مستخدمش هستن میگن این هر یه پیرنی رو که میپوشه بعدش این قابل شستشو هم حتی نیست، باید پیرن عوض بشه، ولی این رو انداخ روی دلیلش انداخ روی لامپ و اینها. بزرگترین یا پرقدرتترین آفیس دنیا، دفتر دنیا، این دفتر رئیس جمهوری آمریکاست. هفته پیش نشسته اونجا داره راجب توالت و اینکه تعداد سیفونایی که باید بزنه چقدره که اینم حالا میخواست بگه، یعنی این قانونایی که EPA میذاره که آب کم مصرف کنید و اینها مؤثر نیست و اینجوری. وقتی اینو گفت همه براش، همه که نه، اونایی که طنز و شوخی سرشون میشه نوشتن که خب You are full of it، یعنی تو اینقدر پر گو هستی که وقتی میری توالت یه سیفون دو سیفون کارش انجام نمیده، باید 10 تا 15 تا بزنی. یه آقای بود بهایی هم بود به نام پرویز، این اوائلی که من شروع کرده بودم و پالیتیکلی کورکت صحبت نمی کردم و بیرو درواسی می گفتم که این شارلاتان و اینها، میگه آقا به رئیس جمهور ما توهین نکن. بعد حالا ببینم اون آقا کجاست، اینقدر شهامت داره که بیاد ببینه چجوری هر کسی داره به این فوش میده و این لیاقت تمام فوش ها رو داره. دیروز آمده در جشن کلیمی ها شرکت کنه، اولا شروع کرده همه رو دوست دارم، اونو دوست دارم، اونو دوست دارم، اونو دوست دارم، بعد آخرش میگه زنم هم دوست دارم، که زنم یک عروسک بیرو اینجوری کرد فوری تا دوربین از روش رفت رفت اونجوری اینها بمانه. خودتون رو یه روز بذاری جای ترامپ، از صبح تا شب مجبور بشید دروغ بگید، بعدم آخرش بیان با یه دختر بچه 16 ساله‌ای دعوا را بندازی
که چرا عکس اونو گذاشتن روی مجله تایمز و عکس این شارلاتان رو نذاشتن. اون دختری هست که از سوئد بلند شد آمد اینجا و توی اروپا و اینها و گفت که ما مجبوریم دنیا رو تمیز نگه داریم، جهان رو از لحاظ آب و هوا و اینها تمیز نگه داریم برای نسل‌های آینده. این مردک شارلاتان که حالا سایه استیضاح اینجوری رو سرش افتاده، به جای اینکه بیاد به مردم بگه من اون وقت حالا هر غلطی کردم از امروز سعی میکنم مثل آدم رفتار کنم، وایساده با این و اون دعوا کردن و همون برنامه‌های هر روزش. میگن 67 رأی در سنا برای برکناری ترامپ نیست، چون 2/3 از 100 سناتور رأی لازم است. اینو میدونم آقای سلیمانی عزیز، ممنونم از شما. قسمت اولش که باید در مجلس نمایندگان، نه مجلس سنا، مجلس نمایندگان که 500-600 تا هستن، میگفتن به سرعت قبول میشه، چرا دیشب به تأخیر افتاد ناگهانی؟ من فکر میکنم یک امندمی، یک متممی چیزی میخوان اضافه کنن، چون اینجا هم باز دموکرات ها اشتباه کردن. به جای اینکه 5-6 تا اتهام مسلم و قوی برای این مردک بیارن، 2 اتهام نوشتن، اونم دلیل داشت، میگفت اگه اتهامات قوی بنویسیم بعضیا ممکنه هزیتیشن یا خودداری کنن، هزیتیت کنن نیان امضا کنن، پس ما 2 سبک می‌نویسیم. از اون ور وقتی 2 سبک نوشتن به ضررشون تموم میشه، طرف میگه آقا اینا که چیزی نیست، اینم که حالا اگه ما بگیم توی سنا رد میشه، پس بهتره ولش کنیم گورشو گم کنه 4 دیگه هم رئیس جمهور باشه و بره. اینو شما به من بگو، چرا دیشب ساعت 11 رأی گیری انجام نشد که برن توی مجلس فول ممبر و اونجا رأی کل رو بگیرن، چون اونجا به استیضاح شدن این رأی مثبت قرار بودن. بله، میگن در مجلس نمایندگان 435 نفر و فقط اکثریت ساده لازم است، 218 رأی برای استیضاح. شما باز دارید اون چیزایی که من میدونم برای من تکرار میکنید. عزیز من، شما بگید دیشب ساعت 11 بعد 14 ساعت از 9 صبح تا 11 چرا یک دفعه منتقلش کردن به صبح که نمیدونم به هفته آینده یا امروز یا هرچی، اون مهمه، اون دنبالش برید. دستم ممنون. آقای اکبری با من هم عقیده است، میگه فعلا به هیچ خبرگزاری نمیشه اعتماد کرد، هر کس به نفع خودش خبرها را تغییر میده، بایستی معدل خبرها را گرفت و خود آدم برداشت بکنه. این همون چیزی که میگن وسط میان خطها رو باید خوند. ممنونم. آقای سلیمانی میگه دیشب رئیس کمیسیون گفت فکر کنن تا صبح رأی بدهند. خیلی ممنون، دنبال این بودن، چون میدونید این قرار بود خیلی سریع انجام بشه، دلیل سرعتش هم اینه که میخوان از اون ورم سنا مجلس چیز به اصطلاح نتیجه رو بگه و دیگه اینها دخالتی به اون صورت در دیوایسیو، یعنی در تفرقه انداختن بین آمریکایی‌ها از این بیشتر مؤثر نباشه. باز به این دلیل که ایام کریسمس در پیش هست و سال نو اینها، میخوان این خبر با اون خبرهای شاد و مسافرت و خرید و اینها قاطی بشه، به قول معروف گوزمالش کنن بره. شطور دیدی ندیدی، ولی این میون دموکراتا مجلس میگه این اگر ایمپیچ بشه شاید باعث بشه که دیدید یه نفر که تون میره وقتی تیکت میگیره تا 1 روز تا 2 روز، اونایی که آدم هستن تا 3 ماه تا 4 ماه یادشون میمونه، ولی این همون موقعی که دارن این پیچش میکنن داره یه کار غیرقانونی دیگه انجام میده. این انسان روانیه، این دیوونه است، این شارلاتانه، این آدم عقده‌ایه. بمانه. خب اینم از این و رأی‌گیری شد و 17-23 در کمیسیون رأی به استیضاح رأی دادن. بله، اونم دیدید که ریپابلیکن‌ها چجوری وقت کشی میکنن هر رأی گیری که میکنن. البته اینم یه سیستم مسخره، خب الان این روزا نمایش میده برای خواننده ها، دست هر تماشاچی یه دونه دستگاهی مثل تلفن، اصلا تلفن واقعا، و
میگه اوکی، طرف برنامه زنده داره اجرا میکنه، همون موقع میگه سربی یا اکبری، طرف میزنه سربی یا اکبری یا سلیمانی، انتخاب میکنه، همون موقع لایو نتیجهش میاد. اون وقت اینا بگید یه یا نه، همه میگن یه، صداشون زیادتره. بعد میگه یه قبول شد، بعد اونا میگن نه بیاین رکوردش کنیم بشماریم. بعد یه خانمی میاد میگه حسن علی گفت یا دو، بعد حسن علی میگه بله، میگه حسن علی گفت بله، حسین علی میگه بله، میگه حسین علی گفت بله، تکرار مکرر کشت. اصلا آدم خندش میگیره، حقیقتا گریهش میگیره، ولی خنده تلخ من از گریه غم‌انگیزتر است. در صورت این ماجرا و ببینیم که در دنیا چی میگذره. بازم ممنون و متشکرم از دوستانی که اینجا هستید و با ما هستید. ببینیم که جدال نیمه شب بر سر استیضاح ترامپ و رأی گیری به تأخیر افتاد. من اینو دنبالش میگردم که الان براتون میارم و با هم میخونیم. اینه آقای یا خانم ایرو نیوز اینو به عنوان سرتیتر نوشته و عکسی هم که گذاشته جالبه. حکایت از خستگی اینها میکنه. جدال نیمه شب بر سر استیضاح ترامپ، رأی گیری به تأخیر افتاد. حالا این بیشتر بخوانیدم اینا ببینیم چی میگه. اوکی بابا قبول داریم جدال بر نیمه شب و اینها. میاد پایین تر نوشته که اعضای دموکرات و مجلس نمایندگان آمریکا پنج شنبه شب رأی گیری در کمیته قضایی این مجلس در مورد دو ماده طرح استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور را به تأخیر انداختند. اکنون انتظار می رود رأی گیری درباره مواد طرح استیضاح دونالد ترامپ در کمیته قضایی روز جمعه انجام شود. اینا من نمیدونم چجوریه. وقتا می گفتن روزا به فکر باغ، شبا ترمه می بافه. شما می دونید اینایی که می خواستن ترمه ببافن یا قالی ببافن باید نور خوب، چشمای خوب، معمولا صبح زود این کار را انجام می دادن، و الا وقتی شب خسته هستن که کار انجام نمیشه. اینا هم روز این ور اون ور پقرن دنبال از اینجا خوراک مجانی، از اونجا نمیدونم پول، از اونجا لابیگری، شبا میان میشینن اونجا، چون اینا که خانواده‌شون نیستن اینجا، خانواده‌شون توی شهرها و استانهای خودشون هستن و اینجا براشون شب تا ساعت 11-12 بعدم بلند میشن میرن توی کافه های اطراف. بیان شبا بیان برید دورور این کافه های اطراف خیابون 16 و کی و کانستیتوشن و پنسیلوانیا، تو همین هتل ترامپ کوفتی بیان ببینید تا صبح چه خبره و چگونه توی این هتل ها این کانگرسمن ها با دخترها و پسرهای جوان بیچاره هایی که با یک امید و آرزوی آمدن اینها چجوری دارن میگردن و کلکل میکنن. و اما تصمیم دموکرات ها برای به تأخیر انداختن این رأی گیری با واکنش تند جمهوری خواهان روبرو شد. هواداران رئیس جمهور ایالات متحده بر این باور هستند که دموکرات ها قصد دارند رأی گیری را روز جمعه صبح انجام دهند تا رأی دهندگان آمریکایی بتوانند از تلویزیون آن را دنبال کنند. پیش بینی می شود که با رأی موافق کمیته شاید آقای سلیمانی، چون من امروز برنامه داشتم و نگاه نکردم و دنبال نکردم، شاید ایشون خبری که اینجا نوشتن خبر جدیدتری بوده و اگه اینجوری بوده من از اون بابت از شما باید عذرخواهی کنم و به قول جدیدی ها یه پوزش به شما بده کارم. در برنامه قبلی آقای بها عبری آمد و گفت که من در صفحه دهه 50 ها گفتم آقا همینجا وایسا. شما وقتی میگید مثلا من در صفحه شیرازی ها، فوری این الغا میشه که شما شیرازی هستی. اگه آقای سلیمانی گفت صفحه خرمشهری ها، فوری الغا میشه که ایشون یا خرمشهری یا دوست داره یا خدمت کرده یا دوست داره خرمشهری حساب بشه. شما که میگین دهه پنجاهی ها، این دهه پنجاهی ها یعنی چی؟ ایشون یه توضیح برای من نوشت که برای من خیلی جالب بود. گفت دهه پنجاهی ها افرادی هستن که با نوستالژی های سال 57 خوشن. نوستالژی خاطرات خوب رو بهش میگن نوستالژی، و این خاطرات خوب مثلا شما از مدرسه که میومدی پشت بیبی دخترون یه سنگی بوده سیاه، من یادم یه شیری بود، شیر سنگی بود سیاه بود،
بچه ها میرفتن روش مینشستن و میدونید سنگ همیشه سرده، مخصوصا روزای گرم شما اگه مینشستی روی هستن انگار که رفتین روی پنکه روشن کردن برات خنکه میشد. خب این همینجور تو مغز آدم میمونه. مثلا یه درختی بود بهش میگفتن درخت افرا، اون لب آب و اینها، اینا نوستالژیه. این دهه پنجایی ها با آقای عبهری میگم خب نوستالژی های خوب شما چیه از دهه پنجا؟ مثلا یکی میگه من ماشینی داشتم اینجوری بود، یکی میگه اونو داشتم اونجوری، اینا شما چرا میری اونجا و اصلا این یعنی چی؟ چرا نمینویسه اینو فقط نوشته دهه پنجایی؟ چون من فکر کردم یه بار در رابطه با نسل ها صحبت شده بود، یه آقایی بود آقای چهار روستایی بودیم چیزی اینم برای که پناهنده بگیره، اولی که اومد اون با شور و هیجان، بعدم دیگه نمیدونم همچی که یاد میگیرن فکل کراوات ببندن میرن سراغ کار و کار پیدا میکنن و دوست دختر پیدا میکنن و زن و طلاق و زن دوم و طلاق و زن سوم و فلان بمانه. این آقا هی به من میگه ما نسل پنجمی ها یا نسل سومی ها بهش گفتم آقا اگه نسل پنجم شما میگی 5 تا 25 تا 225 سال شما دوره مشروطه دنیا اومدی، اگه نسل سوم میگی 3 تا 25 تا میشه 75 سال شما چجوریه اینا؟ میگو نه ما همینجوری هر 10 سالی رو میگیم. گفتم آقا همینجوری که نمیتونی، هر غلطی دلت میخواد انجام بدی، این هر غلطی میخوای انجام بدی چیز بدی نیست. من اگر امروز الان بارونی باشه به شما بیام بگم آفتابیه، من دارم غلط میکنم، غلط میگم، غلط رو منتشر میکنم، شما میتونی بگی سوربی، نمیتونی غلط کنی بگی امروز فلان. بمان اینه که ما بعد این دوستمون میگه اینایی که اونجا بودن وقتی اخراج شدن آمدن و شدن مبارزین با اسلحه. میگم آقا مبارز با اسلحه تو فیسبوک؟ آخه چرا یه چیزایی میگین که بعدن توضیح دادنش دوچار اشکال بشه؟ و نمیدونم، در هر صورت آقای پدرام طنازی میگه آقا بیخیال، چش خیلی ممنون، خیالی نیست قربان، شما بیخیال. این آقای پدرام طنازی همشهری ما است، دوست داره من دربارش صحبت کنم چون آدم بدقولی هست، سال هاست با من در تماس، از اون موقع که آقای دکتر محیط بوده هر کسی میاد این میخواد دربارش صحبت کنه، حرفی بزنه، ولی اون وجود آمریکایی‌ها میگن ویلینگ، خواستن در وجودش نیست که بتونه قدم پیش بذاره. در اصل موفق باشین، چشم، چون شما دستور دادی ما از الان بیخیال. به همین خاطر امروز برنامه 2 ساعته رو من سر ساعت 3:15 به خاطر آقای بیخیال تموم میکنم. مرسی، متشکرم. خب بریم ببینیم دیگه براتون چی نوشتیم. دوستان اگه دوست داشتین برنامه ما رو با دیگران هم به اشتراک بگذارید. میبینم که بعضی از دوستان سالها با ما هستن، نه حمایت میکنن نه ببخشید دیگه از این بیخاصیت‌تر، من نمیدونم این دوستان یعنی دوستی اینها به درد وقتا میگفتن بذار لب کوزه آبشو بخور یه چیز اینجوری. بله میگه چطوری هماهنگ کنم؟ شما دستور بفرمایید. آقا بنده به هیچ کس دستور نمیفرمایم، از قبل، نه در موقع برنامه زنده. من داداشم چند دقیقه قبل از برنامه زنده به من ایمیل فرستاد، یه مدرکی رو میخواست، بهش گفتم فکر کنم دارم ولی دارم آماده میشم برای برنامه زنده، الان نمیتونم. شما که دیگه از داداش من عزیزتر نیستی آقای طنازی، احترام خودت رو قائل باش، بعد از برنامه بنویس سوربی من میخوام بیام 5 دقیقه صحبت کنم، تا منم بهت بگم شما 5 دقیقه بشین صحبت کن، نوارشو برای من بفرست، من ببینم درباره چی میخوای صحبت کنی پخش میکنم. یا اینکه بگی سوربی من میخوام نیم ساعت برنامه داشته باشم، اینم پولش، دلم میخواد بیام اونجا بشینم از تو انتقاد کنم. برید برنامه دوشنبه رو ببینید. دوشنبه ما روز عجیب و غریبی داشتیم. آقای خسرو برنامه از نیویورک برای من چند تا پیام گذاشته بود، توی پیام‌هاشون نوشته بود سوربی تو دروغ میگی که اگه کسی پیام بذاره پیامشو پخش می‌کنی، و من بهش گفتم آقا من برای شما نوشتم بیا تو برنامه، شما نگرفتی، جواب ندادی، معلوم شد که این بین تلفن من و تلفن ایشون، من از گوگل وایس استفاده می‌کنم، تکست می‌فرستم و اینا، این مشکلات هست. در هر صورت دوشنبه فرصتی پیش اومد تا ایشون 6:30 صبح از نیویورک حرکت کردن. شما برید ببینید ما ساعت 4 بعد از ظهر، یعنی من تمام از صبح منتظر ایشون بودم، نه سر کار رفتم نه کاری انجام دادم، و هیچ چیزی بدتر از انتظار نیست، هیچ شکنجه‌ای بدتر از انتظار نیست. بالاخره شب برنامه گذاشتیم، حتی به مادرمون گفتیم میایم
به اصطلاح سری بهت میزنیم، بعد دیر شد، بارون بود و اینها، دیگه ایشون هم لطف کرد گفت بیا بریم شبم شام خوریم. گفتم بخوریم با هم؟ گفتم نه عزیزم، من باید برم دیدار مادرم. ببین آقای تنازی، اگه میخوای در زندگیت موفق باشی، خودت رو بذار جای دیگران و هر چیزی که بر خود نمیپسندی به دیگران مپسند. مثلا تو خیابون داری دم خونه دوست رد میشی، حالا شما چون جوون هستی ممکنه این کار خیلی نامعقول نباشه، ولی دوستان دیگه، من که نه مغازه‌ای دارم نه چیزی دارم که هر کی رد میشه سلام کنه بفرمایید تو، تازه اونی هم که مغازه داره، اگه این آقای مشحسن، آقای فروشگاه ساسان، آقای شیراز، خانم مریم اینا مغازه دارن، من هی برم اونجا انتظار داشته باشم اینا برای من چایی و شیرینی درست کنن، خب این کار خیلی زشتیه. ولی اگه یه روز زنگ بزنم بگم آقا من میخوام بیام، آقای مشحسن که نونای خیلی خوشمزه‌ای هم داری، میخوام بیام یه برنامه دارم 100 تا نون به شما سفارش بدم، میخوام بیام بگم مثلا نونا رو یه کمی کمتر برشته کنید که ما بتونیم اینا رو بذاریم روزی که میخوام، یا تو برنامه داغ که میکنیم دیگه نسوزه. چی کار دارم؟ برای چی من میخوام بیام؟ همه تا من میگید ببخشید مزاحمتون شده. آقا شما مزاحم من نیستی، ولی سعی کن مراهم باشی، سعی کن وقتی میخوای بیا یه سودی هم برای من داشته باشی. در هر صورت ایام کریسمس، ایام تنکسگیوین گذشت و رفت و حمایت از تلویزیون مردم فراموش نشه. خیلی جالبه، من می‌نویسم که تلویزیون مردم به حمایت شما احتیاج داره. حتی دوستانی که همیشه هرچی ما میذاریم لایک میکنن، میترسن اونو لایک کنن، فکر میکنن اگه لایک کنن 10 دلار از جیبشون پرواز میکنه میاد اینجا. نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم. چرا با هم هستیم؟ در خسیس بودن، در کمک نکردن. حالا من یک قسمتشو به شما نشون میدم. اگر اشتباه نکنم سعید دوست خوبم از کالیفرنیا یه عکسی رو گذاشته بود که یک آقایی از لباسش هم معلومه یا بلوچه یا مال خوزستان و اینها هست، داره روی یک تیر، این درخت رو وقتی میبرن میندازن میگن تیر، به همین خاطر میگن تیر چراغ بر، و به همین خاطر یه سقفایی بود قدیم که بیماهن استفاده نمیشد، از تیر چوبی بود، روی تیر چوبی بعد حسیر مینداختن، کاگل میکردن و اینا. یه تیری رو، نه تیر و فشن، یه چوبی رو، یک درختی رو بریدن گرد گذاشتن روی یک رودخونه‌ای و آقای داره میره، برای که نیفتن هم یه سیمی کشیدن اونجا، بعد دخترش هم پشتشو گرفته داره میره. اگه بتونم اینو بهتون نشون میدم. من گفتم آقا شما این عکسو میذاری میخوای به من چی نشون بدی؟ که آخوند جانی جنایتکار دزد دیکتاتور، من همه رو بهت میگم پاورتن، به توان ده، این پاورتن رو یادتون باشه، به توان ده، اوکی؟ ولی من از شما یه چیزی میپرسم، آه این ملت ما توی این ده نمیتونن این یه چوب رو بکنن دو تا چوب که وقتی راه میرن نیفتن؟ خب چرا نمیکنن؟ چرا این ملت نشسته منتظر آخوندی که خودشون میدونن جنایتکار دزد، حکومتی که اینا رو دوست داره توی احتیاج ببینه؟ چرا نمیکنن؟ کسی پاسخ نداد. اتفاقا آقای لادن هم یه نوشته نوشته بود و باز همه داریم چیزایی رو میگیم که هممون میدونیم. یعنی ایشون هم نوشته بود آخوندها دوست دارن مردم محتاج باشن اینا. گفتم خب ما اینو میدونیم، ما مردم چرا یه کاری نمیکنیم؟ این باید بمونه. حالا ببین آقا، اینم باز همین کار اشتباهه. من مغازه داشتم، چای شیرینی تقسیم میکردم، من همه رو میپسندم. ببین اینجا نباید این کارو بکنی. این کاری که شما هی داری جمله جمله می‌نویسی میفرسی، این بی احترامی به همون 5 نفر دیگه که اینجا هستن، به همون 2 نفر دیگه. شما این چیزایی رو که در قسمت پیام خصوصی باید بنویسی، اینجا نباید بنویسی. بعدن تیک تیک ننویسی بزن. من که نمیتونم تیک تیک نگاه کنم. این چیزا رو کی باید یاد ما بده؟ شما که جوونی باید بیای به ما بگی سوربی، شما که سنی ازت گذشته، فیسبوک قانونش اینه 2 خط 3 خط بنویس خلاصه مختصر برای دوستت بفرست. چیزای عمومی رو در قسمت عمومی، چیزای خصوصی رو در قسمت خصوصی. اینی که نمیدونم 100 دلار خوبه و فلان و بیستار اینا، آقا ما نرخمون رو سالهاست اینجا نوشتیم، برای همه هم میفرستیم.
از سال 2006 تا حالا ما نوشتیم که 2 ساعت برنامه زنده. چرا میگیم 2 ساعت؟ یعنی برنامه زنده ساعت 50 دلاره، ولی مینیممش 2 ساعت. دلیلش هم اینه که اگر آقای بهرامی به من میگه روز دوشنبت رو به من بده و یکی زنگ میزنه یک کار 400 دلاری رو من از دست میدم، آقا خوش انصاف اقلا من 100 دلار گیرم بیاد بشینم اینجا. حالا اگه شما جایی رو میشناسید، طرف معتاده، میدونم پولی از جایی میسازه، احتیاج به پول نداره، شما میتونی بهش تریاک بدی، هروئین بدی، اونجوری کار کنه، خب برو اونجا. ما که نه دستتون رو پیچوندیم نه پشت یقتون رو گرفتیم، مجبورتون نکردیم، با میل و دلخواهتون خودتون شما میای اینجا. الان این آقای بها ابهری دیگه فکر کنم تو ماه سومه که بعد از چند سال مجددن داریم صحبت میکنیم که آقا what can I do for you, what you want، شما چی میخوای؟ هی تعارف، هی تعریف، من نمیدونم با وب مسترم هستم، من با اسکایپ هستم، مأمور اسکایپ رفته چایی بخوا. آقا اینا رو خیلی ممنون که به من میگی، ولی اینا موضوعات من نیست. اون طرف آقای پاکستانی، آقای هندی، شما اینقدر بهش احترام میذاری که اگه یه کاری برات انجام میده پولشو فوری میدی، اگه ندی دفعه دیگه برات کار نمیکنه، درسته یا نه؟ حالا بعد ممکنه بهت اطمینان پیدا کرده باشه، یه بار دو بار برات کار کنه، ولی هر وقت با ما کار داری میگی چند بدم، میگیم آقا همت عالی. دلیلش هم اینه که انتظار داریم شما بیشتر از اون نرخی که برات فرستادیم کمک کنی، ولی میبینیم هیچ خبری نمیشه، فقط کارمون خیلی خرابه. اوکی. من توضیح میدم واسه همه، آقا همه احتیاج به این توضیحات شما ندارن. اگه شما میخوای توضیح بدی برای همه، یه جلسه خودت را بنداز، ببین اگه اون همه اومدن تو اون جلسه برای اونا توضیح بده، یه شوخی باید بکنم، چون بچه شیراز هستی و دلخور نمیشی. مثل اینه که من بابام مرده، اینجا جلسه را انداختم، میخوام بگم مردم فردا تشییع جنازه بابامه، شما بیای زمینم بگی خاله منم دنبال شوهر میگرده. خب ببین چقدر مردم به ریشت میخندن. اگه خالت دنبال شوهر میگرده هیچ اشکالی نداره، یه برنامه بذار، یه پوستری درست کن، بنویس خاله من حالا یا جوونه یا شوهرش فوت شده دنبال شوهر میگرده. بلد نیستی، آخوندا بهتر از ما بلده. آخوند دم امامزاده کردیت کارت، دستگاه کردیت کارت داره. شما الان یکی یکی به تلویزیون ها زنگ بزن، یکیش خودم هم میگه آقا میخوام کمک کنم، میگه آقا دستگاه کردیت ندارم. آخوند تو ایران دستگاه کردیت کارت داره، من و دیگران اینجا ادعای های تک میکنیم نداریم. خب اینم از پدرام هم از خنده روده باش. من ننب شو. بله گفتمتون که این بدش نمیاد، الان اگه یکی دیگه بود فوش میداد، برو آقا نمیدونم برای خاله خودت شوهر پیدا کن، برای ننه خودت شوهر پیدا کن، الاخر. خب دوستان، اپوزیسیون بی هدف در خارج ولی دلخوش به خلق رهبری به نام شاهزاده رضا پهلوی. اینو قبلا آقای سهراب چمنارا در موردش صحبت کرده بودن بارها و بارها، این بار به صورت یک مقاله و فیلم و اینها روی فیسبوک هم گذاشتیم، بازم میذاریم، یعنی فردا صبح این برنامه های زنده رو یکم بهش وقت میدیم، 2-3 ساعتی، بعدا اونو فردا صبح میذاریم که دوستانی که مثل آقای سهراب چمنارا لطف میکنن برنامهشون از طریق تلویزیون مردم و فیسبوک صفحه ما به اصطلاح پروموت میکنن، تبلیغ میکنن، منتشر میکنن، یا آقای انصاری، احمد علی مسعود انصاری، ضمناً حالا اینو میخونم براتون، چون صحبت از آقای انصاری شد، آقای خسرو بهرامی، آقای انصاری به شدت دلخور شده بودن، ولی ایشون آدمی هستن که میگن من با هیچ کس دشمنی نمی کنم، حتی دشمنامو میبخشم، هم شما رو بخشیدن هم من رو بخشیدن، ولی گفتن آقا چرا بی انصافی میکنید، من کجا پاسپورت اردنی دارم؟ هم منظورشون خودشون بود. من حالا یک قسمتی جلوتر میرم. آقای خسرو بهرامی، گیرم که آقای انصاری پاسپورت اردنی گرفته باشه، مگه من و شما پاسپورت آمریکایی یا کشورهای دیگر رو نداریم؟ چه اشکالی داره؟ آقا ایرانمون افتاده دست این آخوندا، ما بلند شدیم مهاجرت کردیم، بعد برای که ببینیم امکاناتی که اینجا دارن مساوی باشه آمدیم پاسپورت اینا رو گرفتیم، چه اشکالی داره؟
حالا این پاسپورت اردنی داشته باشه، پاسپورت سعودی عربیا داشته یا هر چیزی، اون زمان که گرفته و میگه نگرفتم، میگه آقا من ندارم، چرا دروغ میگی؟ در هر صورت آقای خسرو بهرامی، دیروز باشون صحبت کردم، شکایت آقای انصاری رو تقدیم حضور ایشون کردم. یادتونه وقتا این چیزای چاپلوسای دوره شاه، میگفت شرفیاب شدم به خدمت شاه و چی شرف عالی حساب، از این تعارفای مزخرف بدبخت اینقدر باد کردن، نازک شد ترکید رفت پوکید به قول شیرازی. به آقای بهرامی گفتم، آقای بهرامی خب پدرش توی سفارت آمریکا بوده، نمیدونم کجا بوده، یه چیزایی رو خبر داره، ولی یه چیزایی رو خبر داشتن با اینکه یه دفعه بیای بگی ایشون پاسپورت اردنی داره که هیچ فرقی نمیکنه، چه اردنی داشته باشه چه نداشته باشه، برای من، برای پدرام، برای آقای سلیمانی، برای سعید، برای اکبری، برای حسن، برای حسین، برای خود شما هیچ فرقی نمیکنه. ولی اون چیزایی رو که میگید اون خوب بود که آقا هر کسی نزدیک این خانواده فرح به خصوص شده بود، یه جوری دوربرش به اصطلاح سودی بهش رسوندن. و اینو آقای انصاری بنده خدا تو برنامه‌اش گفت آقا من اصلا خبر نداشتم، من اصلا نمیدونستم سیستم کریدیت کارت چجوری کار میکنه. و من الان ایشون رو از سال 2001 میشناسم، 20 ساله، آقا ندیدم که یه بار دروغ بگه. خب شما با یه نفر صحبت میکنی 2 ساعت 4 تا دروغ میگه، وقتی میایی داری کلت سود میکشه، ولی 20 ساله ندیدم یه جای دروغ بگه. شما دیدی؟ شما بیا بگو اون روز که نشسته بودیم اینجا آقای انصاری این دروغو گفت، و الا این پاسپورت اردنی داره، اون پاسپورت نمیدونم جردنی داره، فایده ای نداره. حاجی یادت نره. چی یادم نره دوستان؟ ننه پدرام شوهر. حالا میخواهم خودتون حسیر شوهر ننه بکنی. اونجا که بود میگفت که شوهر ننه اومد چه ها فکر میکردیم چه ها شد. بله، خونه پدر بزرگ من دم تاق میزجونی، سقفش با تیر و حسیر بود، پر از خفاش بود، آره خاک میریخ این حسیرا، بعد یه مدتی خشک میشد خودشون، بعد اون روش بونندو میدونی چیه دیگه میرفتیم، من همیشه میگفتم این سنگ قل نخوره بیفته از رو پشته بود و میخورد. چه سیستم بدی بود واقعا، یه تیکه سنگ اینجوری رو گذاشت بودن به عنوان ناودون، بعد این گلا رو میچپوندن روش، هر سال که نه، هر از چند سال این بارون این کاگل رو میشست و میرفت. و دوباره حالا بعد که اون غیرگونی و یه چیزی هم بود به نام ایزوگام اومد، چقدر مردم خوشحال شدن، که بعدم اون ماجرای آسفالت روی سقف‌ها و اینها. خب در هر صورت این تاق میزجونی کجا بود؟ الان یادم رفته. تاق میزجونی، از این تاقا چند تا بود، مثلا بین شیراز بین درشیخ و آسونه تاق رئیس العلماء بود، اینا فامیلاشون یا خونه هر کسی اون بالا بود، اسم اون تاق به این بود. تاقم این بود، طرف خونه ساخته بود، بعد مثل که مشکل کوچه پیدا کرده بودن، گفتن خب یه اتاق پایین خراب میکنن، اون اتاق بالایی نگه داشتن، این اتاق رو داده بودن دست کوچه یا شهرداری، و از این تاقها در شیراز زیاد بود. یعنی برگردیم به صحبت آقای سهراب چمنارا، اگر این ننه پدرام و شوهر ننش بذاره نزدیک سر دوزک، سر دوزک با هادی نیازمند میمدم اونجا، از اونجا نون میخریدیم، و ما از آسونه که میمدیم به سر دوزک، یه جایی بود که میگفتن خونه اسقر قاتل هم اون پشت بوده، بعد یه بقالی بود مندی با برادرش، حالا نمیدونم چرا اسم این مندی بود. خلاصه ما اونجا هر وقت رد میشدیم خاطره داشتیم، یه شیرینی فروشی هم اونجا بود، یه شیرینی پزی نزدیک سر دوزک، سر دوزک هم نزدیک سرا احمدی و اینها بود. بله، شازده قاسم و فرکه شازده قاسم یادش بخیر. یه روز دارم میخواد، دفعه قبل 2005 وقتی رفتم ایران، این پسرموی ما، فامیلای مادرمون اینا ما رو سوار میکردن با سرعت، هی میبردن جای جدید به من نشون میدادن. آقا این جای جدید که من ازش خاطره ای ندارم، حتی به پسرمون گفتم آقا ماشین تو پارک کن، بابا میخواد پیاده را بریم این سر تنوره بوغیری ها، منصوریه، اون آبانبار سوربیا، اینا رو ببینیم. گفت نه پسرم، شما حالا زور گشنت بیبریم چی بخوریم. گفتیم باشه. خب دوستان عزیز، هموطن، این آقای سمنارا نوشته،
سه هفته قبل که شورای خران اقتصادی به قول آقای خمینی به ریاست خامنه‌ای و عضویت لاریجانی رئیسی و روحانی اصل 57 و 110 قانون اساسی ضد کودتای سه برابر کردن قیمت بنزین را تصویب و اجرا کردند، دو روز بعد از آن خامنه‌ای اعلام کرد که شهبانو فرح و رضا پهلوی مبتکر این نقشه بودند. آقای رضا پهلوی که همیشه خودش را نخود هر آشی می‌کند، این بار خامنه‌ای او ایشان را نخود آش کرد و روز بعد ویدیوهای ایشان توسط تمام رسانه‌ها پخش شده که تیشرت کاری پوشیده و تلفنی با ایران در تماس بوده و اعتراضات را رهبری می‌کند. این بار کوروش زمانه توی پرانتز به قول فرشگردی ها و مبتکر برنامه‌ریزی 50 سال آینده ایران به قول ققنوس در نظر دارد کار جمهوری اسلامی را یکسره کند. همچنین در چند روز گذشته شعبان با مخهای شاهزاده با افشاگری و ارائه مدارک خیانت جبهه ملی ها، توده‌ای ها، سکولار ها، لایک ها و ایرانیانی که بعد از انقلاب ایران را ترک کرده و خلاصه همه ایرانیان در داخل ایران چون در حکومت اسلامی زندگی و کار میکنند و آنها که در خارج در جرگه طرفداران آقا پهلوی نیستند ثابت کردن همه خائن و جاسوس و طرفدار رژیم اسلامی هستند. آقای محسن مخملباف نامه سرگشادهی حدود یک سال پیش به شازده نوشته که خواندنی است. لینکش هم اینجاست، من الان براتون لینکش رو کپی میکنم توی فیسبوک میذارم. اینم از این. پاتوق صمد عقاب هم سر دوزگ داخل رنگ فروشی کاکاش بود. بله، صمد عقاب، یادش بخیر. امروز آنچه که باعث ناامیدی از اپوزیسیون خارج می شود آن است که در تمام نوشته ها، سخنرانی ها، کنفرانس ها و کنگره ها همیشه به شرح تاریخ و وقایع گذشته می پردازند و حتی یک جمله از این اپوزیسیون شنیده نشده و نمی شود که بر فرض تمام داستان های شما درست باشد. برنامه شما برای آینده چیست؟ نقشه راه کدام است؟ راه حل چیست؟ چه باید کرد؟ بیایید امروز برای خوشحالی طرفداران بازگشت سلطنت پهلوی همه با هم بگوییم جاوید شاه، رضا شاه روحت شاد، پهلوی یادت بخیر، پهلوی برگرد و ایران را نجات بده. شازده رهبر بسیار خوب، رهبر معظم انقلاب. فردا چه باید گفت؟ ماه آینده چه کار باید کرد؟ سال آینده چه کار باید کرد؟ رهبر میخوایی شاه بشوی یا نخست وزیر؟ قانون اساسی شما چیست؟ تا آن موقع که شازده به این سوالهای ساده جواب دهند، ما برای سال آینده هر هفته درباره تغییر قانون اساسی تنها راه نجات ایران صحبت خواهیم کرد. این هم لینک ویدیوی آقای سهراب چمنارا که به این وسیله میتونید با ایشون در تماس باشید و من هم ممنونم که ایشون با یه مبلغ خیلی کمی، همون 20 دلاری که برای فیسبوک و ایمیل و بالاترین و کجا میذاریم این چیزها رو، بالاترین فیسبوک، توییتر و ایمیل، یه ایمیل لیستی داریم حدود 3000 خورده، فکر کنم از این 3000 خورده 4000 تاشون مردن چون بر میگرده ایمیل ها یا میگه آقا زنگ زدم جواب ندادی. خب پیام بزه قربونه، الان سال هاست پیامگیر درست شده، یعنی وقتی من جواب نمیدم که اصلا نمیفهمم شما به کجا زنگ زدی، به چه شماره تلفنی، و این تلفن مستقیم گوگل وایس میره رو پیامگیر، شما پیام بزه. حالا همین الان چون پسر خوبی هستی و دنبال شوهر ننه میگردی، یه پیام اگه بذاری من تا 3 دقیقه پیام شما رو پخش میکنم. اگه پیام گذاشتی برای من بنویس. پیام گذاشتم رو شماره تلفن 202. من این شماره تلفن رو دوستان اینجا برای شما هم بنویسم. تلفن گرچه زیر صفحه میاد و میره ولی شما بعض وقتا ممکن توجه نکنید. 202-695-2573 USA هم آخرش می‌نویسم که بدونید باید کد آمریکا رو بگید.
اون روز بعد از برنامه آقای خسرو بهرامی چند نفر تماس گرفتن که آقا شماره تلفن آقای چیز آقای بهرامی چنده. من گفتم که آقا شماره تلفن روی صفحه نوشته شده، ولی حالا براتون میخونم، چون این آقای بهرامی اون روز گفت که هیچ اشکالی نداره شماره تلفن من رو دوستان داشته باشن. 516، اجازه بدین باقیشو من اینجا از توی کانتاکت دیگه هیچ کدوم، بله میگه مستقیم به همین آیدی که صحبت میکنید، نه عزیز من با فیسبوک نه، پیام بذار با اون تلفن 202-695-2573. وقتی پیام گذاشتی بنویس پیام گذاشتم، من پیامت پخش میکنم. پس اینجا بنویسیم کانتکت آقای بهرامی. دوستان شما چند تا تلفن یادتونه مستقیم بدون تلفن میتونید بگیرید شماراشون رو؟ بهرام خسرو بهرامی، بله شماره تلفن آقای خسرو بهرامی توی نیویورک هست 516-637-5745. پس شد 516-637-5745. بازم اینجا می نویسم، نه دیگه نمیخواد بنویسیم بابا، دیگه خیلی بد میشه اینجا. خب اینم از این و ببینیم که اوکی. و اما بله ببینید الان آقای انصاری برنامه بلوت خداوند برن خداوند یار و نگهبانتون باشه قسمت ششم. البته اینم یه اشکالی دیگه، ایشون حزب حق رو که تأسیس کردن ویدیوهایی رو میسازن، من نمیدونم چرا دوستان وقتی دارن ویدیو میسازن به ترتیب 1 2 3 4 5 یه دفعه میرن تو میشه بخش 13 قسمت 6 شعبه 4، نمیدونم البته قانون اساسی اینجوریه، کتابا اینجوریه و این مشکلات هست. به نظر من بهتر اینه که با تاریخ ردیف برید جلو. ضمناً امروز 250 برنامه آقای حسن ارشاد رو براتون پخش میکنم و چون باید برم مریلند، مریلندم بعد از ظهر ترافیک از ویرجینیا به اون ور، وقتی میخوای رد بشی چون خونه رضا پهلوی اون ور آبه، خونه ما این ور آبه، وقتی میخوای بریخ به طرف خونه رضا پهلوی ترافیک افتضاح، مثل هم برنامه گذاری خودشون اینه که راهی رو که واقعا 37 دقیقه 38 دقیقه باید بری، بعضی وقتا میشه 1.5 ساعت میشه 2 ساعت. به همین خاطر ویدیوی آقای حسن ارشاد رو من دو بار میذارم، یعنی بلافاصله بعد از برنامه خودم که تموم شد و یه بارم تکرار بشه که اون ساعت 4 که به ایشون قول دادیم اجرا بشه، تا بعد دیگه آخر شب ساعت 1-2 که میام یا فردا صبح که میام بتونم اینا رو ردیف کنم. برنامه کانون آوا، ویدیوی دوشنبه آقای بهرامی که آقای نیساری هم داخلش هستن و ویدیوی خودم امروز، 4-5 برنامه ما بیشتر نداریم. بهترین جایی که شما میتونید برنامهاتون رو پخش کنید و بیشتر دوستان ببینن همین تلویزیون مردم، یعنی در روز 3 بار 4 بار پخش میشه، شاید هم بیشتر. در صورتی که ما هزینه 1 بار رو گرفتیم از شما یا میگیریم و اون هزینه هم یه مبلغیه که اصلا انقدر ناچیزه که آدم نگه بهتره. آقای افراخته هم دوست خوبون از آلمان اینجا هستن، ازشون تشکر میکنم، هنرمندی هستن که تو کار موزیک و اینها هستن و دوستان لطف کنید و تلویزیون مردم رو حمایت کنید. اینجا ایام کریسمس، ایام گیوینگ، ایام کمک کردن به دیگران هست. من یه جایی رفتم طرف گفت که بیا بریم با هم نهار بخوریم، گفتم نه من باید اینجا باشم، بعد یه مبلغی داد گفت که پس نهار مهمون من باش، گفتم من نهار به این گرونی نمیخورم، اینقدرشو میخورم باقیشو میدیم به سنت جود. سنت جود یه بیمارستانیه مال بیا، حالا این داره به تلفن اینجا زنگ میزنه، یعنی تمام کارا رو انجام میده. ولی اون کاری بفرمایید سوربی هستم. الو بفرمایید. مرسی جناب علی. من اصلا زنگ میزنم با آقای سوربی کار داشتم. من سوربی هستم روی برنامه زنده هستم جناب علی. من پدرام هستم
خب آقای پدرام، خدا نکشتت که خودم ترتیب کشتنت رو بدم. من این تلفن رو میذارم اینجا، شما دو سه دقیقه برای این دوستان بیننده و شنونده صحبت کن، من وقتی شما صحبت میکنی صفحه فیسبوکت رو نشون میدم. الان ساعت 2:58 دقیقه است، برو تا 3 و چند دقیقه صحبت کن. الان به وقت اروپا مرکزی ساعت 8:58 دقیقه. اوکی، 6 ساعت با هم اختلاف داریم. برو تا برو تا 9:03 دقیقه. برم تا 9:03 دقیقه. آره دیگه، برو، وقت تلف نکن. بفرمایید، با شماست. درود بر شما، خسته نباشید آقای صوبی. ممنونم، بفرمایید. یکم بلندتر صحبت کن. آره، من می‌خواستم در مورد برنامه کاکو جون یکم بلندتر صحبت کن پدرام. آقا من می‌خواستم در مورد مجاهدین صحبت بکنم. بفرمایید. من با این صحبتی که شما کردید تا حدودی مخالف هستم آقای صوبی. من چی گفتم که شما مخالفی؟ من چیزی نگفتم. دوستان شرکت کننده گفتن. آره، دوستان شرکت کننده میگن که آقا مجاهدی اینجوری هست، اینجوری هست، تو ترور دست داشتن. بله آقا، این مسائل هست. شما این حساب بکنی هر رژیمی که بیا سر کار تو این برنامه ها مشکل هست. این بله، شما نمیتونید تو رژیم شاهنشاهی این مشکل وجود اومد، تو رژیم زمانی که خمینی اومد سر کار این مشکل وجود اومد، و الان مجاهدین هم الان که بیان سر کار همچین مشکلی هست. ولی یه مسئله هست. چه مشکلی؟ چه مشکلی؟ مشکل اینه که مردم ایران خب دو تا نقطه رو در نظر میگیرن. نقطه اول اقتصاد ایرانه، اقتصاده، و نقطه دوم آزادی. آقای صوبی، یعنی شما اقتصاد ایرانه درست کنید و دومی مسئله آزادی ردیف بکنید، هیچ مشکلی، یعنی مردم ایران هیچ مشکلی با هیچ رژیمی ندارن. حالا مهم نیست که چه رژیم باشه. آقا الان همین الان رژیم جمهوری اسلامی هست، اوکی، الان به قول معروف آقای خامنه ای الان سر کار، اوکی. از فردا آقا جمهوری اسلامی یاد بگه آقا ما با آزادی هیچ مشکل نداریم، از فردا ما با تمام کشورهای دنیا اعتبار برقرار میکنیم، همه مردم جمهوری اسلامی قبول دارن، اینو بهتون قول میدم. حالا رژیم رضا پهلوی بیاد سر کار، آقا رضا پهلوی بیاد بگه آقا ما با آمریکا، با اروپا، با غرب، با ایکس ایگرگ ما هیچ مشکل نداریم، ما با خاورمیانه هیچ مشکل نداریم. همه هم با هم میگن آقا رضا پهلوی چقدر آدم خوبی، چقدر رژیم خوبیه. مجاهدین هم بیان، آقا مجاهدی الان اومده به ما میگه که ما هر کسی خواست حجاب داشته باشه، هر کسی خواست آزادی داشته باشه، هر کسی خواست، ما با همه دنیا اعتبار داریم، ما حتی با اسرائیل، با غرب، با امارات، با عربستان، ما با همه اعتبار داریم، ما هیچ مشکلی با هیچ کشوری نداریم. ولی کسی که خواست آقا حجاب داشته باشه، حجاب مثل ترکیه. آقا ایران الان مردم ایران مثل ترکیه میخوان. تو ترکیه شما وقتی میری ترکیه آقا اینجا این برش مسجده، این برش هم دیسکوه، آقا هر کس خواست میره دیسکو، هر کس خواست میره مسجد. آقا بابای من دوست داره به مسجد، مادر من دوست داره به دیسکو، مشکل نداره. متوجه هستید چی میگم؟ دقیقا الان مردم ایران اینجوری شده. آقا میگن ما مهم برامون اینجوری. آقا من از طرف مردم ایران صحبت نمی کنم، من از طرف خودم دارم صحبت، ولی من تمام خانواده من که ایران هستن در این صحبت می کنم. آقا میگن ما نه، من نه خانواده، آقا من همه دوستای خودم آقا تو ایران هستن. آقا میگن آقا ما نه با جمهوری اسلامی مشکل داریم، نه با مجاهدین، نه با رضا پهلوی. ما اصلا برام مهم نیست که آقا رضا پهلوی بیاد، مجاهدین بیاد، جمهوری اسلامی باشه. آقا جمهوری اسلامی هم خوبه، آقا جمهوری اسلامی سرکار باشه، ولی پس ما این مهمه که آقا من دوست دارم آقا دختر من بی جا بیاد بیرون. آقا من دوست دارم آقا دختر من چه میدونم حجاب داشته باشه، روسری داشته باشه، چادر داشته باشه. ما دوست دارم مثلا کسی مزاحمش بشه آقا بگه چرا تو چادر پوشی، چرا تو بی جا بی.
یه نقطه دیگه هم هست، این که اقتصاد مهمه. اقتصاد اینه که آقا مردم ایران دوست ندارن تمام هزینه مالی کشور صرف حزب الله بشه، صرف سوریه بشه، صرف حشد الشعبی بشه، صرف گروه یمن بشه. الان شما چند روز پیش جانشین فرمانده کل سپاه اعلام کرد که ما گروه‌های انفرادی داریم که تو لبنان هستن. من خودم آقای صوبی یه چیز بهتون بگم، من خودم تو سوریه زندگی میکنم، من خیلی دوستهای من دوست ایرانی کم دارم، خدای شدی بهتون بگم من دوست ایرانی کم دارم، ولی من تا دلتون بخواد چند تا دوست لبنانی دارم و چند تا دوست عراقی دارم که تو سوئد دارن زندگی میکنم، همکار خودم هستم تو زمینه شغلی، همکار خودم هستم. آقا به من میگن ما هیچ مشکلی با مردم ایران نداریم، ولی مردم لبنان، مردم عراق مشکل دارن. با کی؟ با جمهوری اسلامی. چرا؟ میگه آقا جمهوری اسلامی الان اومده تو اونجا داره پایگاه زده، داره پول میده. ما میدونیم مردم ایران آقا مشکل دارن از لحاظ اقتصادی، ولی آقا مثلا آقا پدرام یه چیزی رو فقط به من بگو تا بریم امروز، بعد یه وقت دیگه مهمون برنامه من باش. شما گفتی کی گفته یه گروه های انتحاری داریم ما توی لبنان و اینا؟ یه دفعه پریدی از اون موضوع. آقا الان شما حساب بکن قاسم سلیمانی که فرمانده سپاه قدس هست، بله بله، من الان یکی دوتا از دوستان هستن که از اطلاعات نه سباق... اون موضوعی رو که گفتی دنبالش بیار، یا این که اگه نمیخواستی بگی ولش کن. در رابطه با قاسم سلیمانی هم آمریکا به عراق گفته که باید اینو بگیرید طبق قانون فلان به ما تحویل بدین، که همه دنیا میخندن میگن اصلا توی عراق قانونی نیست، آبروی آمریکا رفته بعد از 19 سال گندش بالا اومده، که هم جورج بوش هم اوباما، دوستان اوباما بدتر از ترامپ بود، به خاطر همین امروز ترامپو داریم، هم اوباما و هم ترامپ در رابطه با این 19 سال جنگ افغانستان دروغ گفتن و چیزایی که پولایی که اونجا خرج کردن همه چی داره از بین میره، یک کار باطلی بوده. ولی شما گفتی یه نفر گفته که ما در دو تا کشور خاصی بگی یه دفعه پریدی، اگه نمیخوای بگی ولش کن، ولی اگه گفتن ما گروه های انتحاری داریم، خب این به ضرر دولت ایران میشه و به ضرر مردم ایران میشه، که اینا که ما همه افتخارمون این بود که ما تا امروز نداشتیم تروریست ایرانی که انتحاری باشه، حالا اینا میگن ما داریم. اگه میخوای بگو، اگه نه یه وقتی باید قرار میذارم، چون من باید برم بریلم. اصلا شما حساب بکن، شما روزنامه کیهان ایران قبلا که دست آقای محمدی بود، آقای محمدی که قبلا پدرام جان اینا رو باید برم، این تاریخ های اینجوری رو نگو، یه موضوع سر یه بحث معین شروع کردی. ببخشید من از این خداحافظی، ببخشید من مجبورم برم، اتفاقا سعید نوشته آقا برو که ترافیک چیز خراب میشه، میدونه این. دوستان این آدرس ما هست paypal.me ممیز یا forward/. آقا پدرام صحبت ها خودت گوش کن ببین فرق میکنه با سوربی که امروز برنامهش کوتاه بوده یک صفحه نوشته، با شما که از یه موضوع شروع میکنی به یه موضوع دیگه میری، به یه موضوع دیگه میری. همه چیزایی که شما گفتی من قبول دارم، اول برنامه اول تلفنت میگی من با اون چیزی که شما گفتی مخالفم، میگم من که چیزی نگفتم، میگی نه با اون چیزی که اونا گفتن مخالفم، میگم خب چی گفتن؟ شما باید بگی اونا چی گفتن، شما چه مخالفتی باهاش داری. ما بلد نیستیم موضوعا رو باز کنیم. سعید جان، جان من که فکر کنم دوستی خوبی باهات هستم، بیا این درسایی که من دادی به اینا هم درس بده. اون موضوعی که یه نفر که سوال میکنه، یه نفر که بحث میکنه، اول باید موضوع رو بشکافه، به دیگران حق دخالت و سوال جواب بده، بعد اینجوری بابا اینا رو یاد مملکت ما بدین، یاد ما بدین. و الا خب این چیزی که شما میگی این شعار خوبیه، یه مملکتی باشه، اقتصاد خوب باشه، آزادی هم باشه، خب من اصلا چیکار دارم قیافه نحس این خامنه ای خمینی چه شکلی باشه؟ دانشجو اومده میگه آقا این اون موقع عکس شاه و فرح بود، حالا شما عکس خمینی و خامنه ای گذاشتین. مردک رئیسی میگه اون باطل بود، اینا برحقن. اون وقت یه مش دانشجو احمقی هم اون ور روح منی خمینی نمیدونم کره خری خمینی هی براشون میگه. خب مشکل ما اینه دیگه، زنگ نزن، من میگم دارم میرم. عجب بچه حرف نش گوش نکنی هستی، من میگم دارم میرم. دوستان اگه بار گران بودیم و رفت،
اگه نامهربان بودیم و رفتیم. برای اینکه من الان برنامه ها معلوم نیست، اون وقتا دوشنبه چهارشنبه جمعه مثل ساعت سوئیسی کار میکردم، بعدن دیدم هیچ فایده این نداره. ببخشید اینو میگم، من خیلی بی‌تعارف میگم، برای خرون چه کا، برای چه زعفرون، چه سر ساعت باشی، چه مثل امید امیدوار شب تو برنامه تو خشتک نمیدونم برنامه اجرا کنی، بیننده فرقی نمیکنن. این دختره 8 میلیون و نیم بیننده داره، حالا دیپرس گرفته. گفتم آقا برمون کو بریم به کار زندگی برسیم، چون کار زندگیمو بیشتر دارم میرسم و گاهی وقتی برنامه میذارم. برای اینکه ویدیو به دستتون برسه توی فیسبوک فالو، توی یوتیوب سابسکرایب و اون زنگوله رو هم بزنید. این هم دیگه زنگوله به کلمون آویزون میگفت، زنگوله به گندش آویزون کرده، حالا اینا زنگوله به گردنمون آویزون کردن یوتیوب. آقا بزن سابسکرایب، دیگه زنگوله رو بزنید چیه؟ در اصل تا اینجوری هر وقت من برنامه دارم برای شما میاد. باید برم، با امید دیدارتون هر وقت که شد. اگه بار گران بودیم رفتیم، اگه نامهربان بودیم رفتیم، از برد دامن کشان رفتم ای نامهربان، از من آزرد دل کی دگرگیری نشان، رفتم که رفتم، روز روزگار بر شما خوش.